سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه توی این تصویری که میبینید یه جاش کارون نشسته سلام فرهادم با ماست سلام فرزادم بالاخره برگشت سلام خوبی؟ مرسی کجا فرزاد؟ این گرفتی یه, یه سری گفته بودن ما ب... تو اوج خدافزی کردیم و اینا درست نیست ما برگشتیم من الان داشتم تنها موقعی که توی طول هفته تصویر خدا میبینه هم موقعی که داریم اینو ضبط میکنیم که تصویر منم هم میاد دارم چقدر ریش هم بلند شده دوباره یعنی اصلا فکر نمی کردم از موقعی که من اون اشتباه کردم و یه بار ریشو زدم و مجبور شدم کلش رو بزنم یه دست کنم ریشه خوب بلند شده اصلا درستی بود من که چی که کلن از, از تز دادم اشتباه بود اشتباه محاسباتی بود, بود. که نواد اتفاق اگه بود. تو همه کارات به اندازه رشد موت خوب بودی الان <applause> اینجا نشسته بودم آره با ما حرف نمیزنید با ما نبودید چه خبر خوبید همه ردیفید مشکل ندارید؟ عالی آره خوب. ده هفته شد قرانتینه ها داریم باره ده هفته ده هم میشیم محتمون شده شهر منو آخرا چه فکر کنم یعنی این چیزایی که میبینیم و اینا فکر کنم دیگه روزای آخرشه احساس میکنم البته که من بعید میدونم من حس میکنم موج دوم همین الان داره میاد توی آنتریو اومده موج دوم حتی صحبتش سوعتش... آره حتی اینا آمارشون کم شد بعد یه ذره وا دادن و اینا یه سری بیزنس ها اینا باز کردن من دیروز خبری داشتم میخونم که استاندارشون ممکنه مجبور شه دوباره شات داون کنه باید. آره چون برید رو ببینی دوباره یه هور رفته اینجوری بالا بعد خدا همین شل کردن واسه یه یهو شل میکنن ملت میریزن بیرون آره دیگه آخه ظاهرا قضیه اینه که توی محیط سربسته که باشی حتی سوشال دیستنسینگ هم جواب نمیده یعنی توی یه جای سربسته ای باشی که دیوار و پنجره اینا داشته باشه و حالا سیستم خنک کننده یا حالا تهویه مطبوع داشته باشه این چون هوا رو منتقل میکنه اون دراپلت ها اون ذرات ریز منتقل میشه و همه میگیرن حالا گفتن یه موج دیگه هم دور مثلا سپتامبر و وقتی که همه آخرش شهر داره چیزا میگیرن آره دوباره میاد آره دیگه وقتی آنفلانزا میاد دوباره یه سری دیگه اون قراره بیاد بعد ایرانم که چیز دیگه من چی من, <تصفح> <تصفح> من گفتم تمام شده تمام تازه داره با, نه با داره دا ایران جالبه نه. یه حد از اون و مثلا وزیر بهداشت و یه سری استاندارا اینا میگن آقا شرایط قرمز یه سری شهرها اینا خیلی وحشتناک که بعد مثلا رئیس جمهور میاد میگه که ما کرونا رو مهار کردیم آقا اونی که داره مریض میشه تو خیابون از کشورهای دیگه اند شما تو ایران هم دیگه چجوری مثلا وزیر بهداشت کشور میگه که اوکی بعد اوکی نیست بعد از اون رئیس جمهور میگه که ما اصلا مهار کردیم یهو ها شین و کره نمیگن ما مهار کردیم بعد بگی تا بشه دیگه این اون بنویسه باید بنویسی بزنی به دری اخچال بعد <تصفح> میشه اتفاق میافته اتفاق میافته, اتفاق. اتفاق میافته. اتفاق میافته. ام، بریم سر اپیزودت بدون معطلی یا چیزی بود که آها من قبلش بگم خیلی مسیجو اینه اومده بود در مورد اپیزودی که با آروین رفتیم مرسی از همگی خیلی از آروین تشکر کرده بودن ما خیلی ازش تشکر کردیم بعد اپیزود من کامنت ها رو براش میفرستم همینطوری و ممنون کسایی که گوش دادن بازم ببخشید دیگه اون تصویری که باید ضبط میشد ضبط نشد یه اروری گرفت و ما تصویر اپیزود دوممون رو از دست دادیم متاسفانه برای همین الان از 18 جای مختلف داریم ضبط می‌کنیم امیدواریم که این هفته دیگه این مشکل به وجود نیاد به از اون دیگه من چیزی نشدم برو چی آوردی آو. برامون خیلی چی صحبت کنی هیچ چی بالاخره اون اپیزود موعود فرا رسید این داشتم این اپیزود که می نوشتم این لفظ موعود رو که نوشتم یاد یه خاطره بچگی افتادم این اصره اخوان خیارشو رفته بودی بخری؟ چی؟ خیارشو رفته بودی بخری؟ اون فرزاد بود <laughs> خیارشو فکر کنم نگفته بود تو الان گفتی خب <laughs> <laughs> آقا با این چیزو نباید شوخی کرد حالا <تصال> ما آره بعد داشتم این عصر یخبندان و تلویزیون ایران داشت نشون میداد یه تیکش ظاهرا کارتون عصر یخبندان آره اینا داشتن میگفتن رسیدیم به سرزمین موعود اینو سانسور کرده بود صدا سیما خب بعد مثلا من بچه نمیدونم واسه کجا فهمیدم این سانسور شده یا جویا شدیم و اینا فهمیدیم که سرزمین موعودیه یه حالا معنی دیگه هم میتونه داشته باشه حالا توی یکی از ادیان به یکی از کشورهای دنیا و منطقه میگن سرزمین موعود حالا اینشو کاری نداریم صدا سیما یعنی اومده بود برنامه که بر بچه های مثلا کم سنی که اصلا وارد این قضايا و جنگ های سیاسی و این داستان ها نشدن اومده اونو سانسور کرده بودش که یه هم مثلا بچه لفظ سرزمین موعود رو نش نره کاش وارد ابزودای من نشی از ابزود خود شروع کنی ابزودای من زیاد <تصفح> <تصفح> ما ابزار بعدی تو اصلا نه اون اپیزود بعدی داریم صحبت میکنیم وارد هر چی بخوام میشم های جک میکنم همینی که هست بفرمایید آره حالا این اپیزود موعود راجو چی میخوام صحبت کنم راجو هورمون چه هورمونی یکی نوشته هورمون ها توی یوتیوب نوشته بودم پدر هورمون ایران کارون راجع چه هورمونی بگو نمیدونم سپامین دوپامین نه دیگه اش اول از سراتونین اون هورمونی که بچه ها تو باسکا میزنن که یه اینجوری اوچکی میان بالا مثلا آها. سوما نمیدونم شنیدید مثلا طرف یکی دیدیم هفته پیش. آفرین دید. آره آره آفرین آره ایمان من هفته پیش بعد دو ماه اینطورا دیدم بعد یکی بیرون سوما زده بود خیلی گنده بود اینجا بره. چون غیر قانونیه دیگه میدونید بعد مثلا تو ایران میدیدید امروز یارو میبینید طرف مثلا بازوش اندازه مچ دست توه بعد دو هفته که اینو میدیدی اومده بود بازوش شده بود اندازه کمر پدرش بعد میگفتی بابا مثلا اما چی شد من دو مورد دو مورد از نزدیک تو. ورزش کردم و شما با چه شد شدتی ورزش میکنین تو دو هفته تلاش اونجا آره سوما میزنن تو ایران اینجا خیلی غیر قانونیه ام. بعد اینکه نزنید دیگه چون معروفه که کوچیک میکنه چیزایی که نباید رو آره به خاطر از... سوما اسم هورمون است یا اسم اون محصوله نه اسم کاملش سوماتروپین این اینو یه لحظه سرچ کن تو ایران به سوما معروف ولی کاملش گفتم سوماتروپین بود اگر اشتباه نکنم اه 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 اه. بعد این هورمون ها بعد دیگه تو تو سن جوونی میزنن ملت کبد و کلیه رو داغون میکنه بعد کلا سیستم میرزه به هم این اولین هورمون سوما 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 سی آر آره اینو تو ایران سوما صدا میزدن آره این سال 2014 آره. براتون بگم که اون موقع من و کوروش میرفتیم جیم توی چیز اکباتان بعد اینجوری من با میمنت میرفتم کوروش سلام دنبال کوروش میمنت رو پارک میکردیم میرفتیم <تصفح> توی <تص جیم بعد یه برنامه اون موقع دانلود کرده بودیم از این بردار صدا میاد صدای عجیبی کسی تو خونه آتیش گرفاره. بعد اون موقع یه برنامه رو دانلود کرده به اسم 6 weeks 6 packs که قرار بود بعد. مثلا تو 6 هفته شما مثلا اون عضلات موعود رو در بیارید بعد اینو ما مثلا میرفتیم مثلا هفته ای چهار بار این برنامه رو میزدیم که یکی از بچههایی که اونم اینجوری مثلا شده بود و اینا از دور کوروش رو صدا زد میشناخت کوروش رو گفت بیا گفت بیا <applause> آره کوروش هم نزدیک شد گفتش که چیکار میکنید و اینا من مثلا میبینم شما همش میایید فلان چیزو میزنید آره مثلا داستان اینه گو نه آخه مثلا اون عضلات که به درد نمیخوره مثلا بازوی گنده خوبه از این داستان ها و یه چیزی هم که گفت گفتش که چی میخورید چون درد شما رو میدونستن درد ما چی بود که میگه به درد نمیخوره درد شما رو میدونستن که تشخیص میدن اونجا تو جیبا که میرفتیم همیشه تشخیص میدن داشتین اشتباه میزدین آره یه حرکت هم که میزدیم همیشه یکی بود که بیاد ما رو به راه راست هدایت کنه آقا من دوست دارم حرکت اشتباه بزنم من بره. دوست دارم اصلا به تو جلو بازو زیر بغلم روش کنه چیکار داری با من بذارونو می بزنم میومدن گیر بیخود میدادن که همان شیش برابر بر بر ما بودن بعدی چی اومد گفتش که آره مثلا چی میزنید و اینا کوروش توضیح داد گفتش که چی میخورید کوروش هم توضیح داد دوباره بعد گفتش که اگه که حالا فلان مواد دو نخورید و اینا میشه حمالی وزنه ام. اصلا تاثیر کار رو نمیبینید باید شروع کنید از اینا اه... گفته بوده آره حمالی وزنه پره بعد اونجا کنم یه بارم گفتم در این حال بود که من یه بار پشت دیوار دیدم یکی از اینای مربی های که مثلا خیلی داشت میشه قشنگ یه آمپولو داشت میزد به یکی دیگه که اونم یه تقویتی به کمپلکس بوده اون زیاد آره خیلی وضعیت عجیبی بود و این داستان ها این دیسی بود که باید ما رسالت داریم تو هر قسمت بالاخره یه دیس باشه آره یه فرقه یا دیس کنیم اون کارمون انجام دادیم اینجوری شروع کنیم که بر اساس مغز مغز مهمترین عضو بدنه خب خیلی جالب نیست براتون بر اساس مغز, مغز داره. مستگی داره من دارم خیلی میذارم <تصفح> که مهمترین عضو بدنشون <تصفح> داریشون داریشون <مستشون> <تصفح> <اساس> اکثریت قالب <تصفح> یعنی باور داریم که مغز مهمترین عضو بدنه دیگه مغز نباشه کلا ول معطلیم البته میدونم بعضیا میگن شاید دیگه نباشه معطلیم که قابل احترامه بعد این مثل این میمونه که مثلا دیدید انگار صدا سیما ایران رو داری میبینی که همیشه اوضاع ایران عالیه و دنیا رو به انحطاط و دیگه سقوط داره پیش میره ولی ایران عالیه تو اسپانیا همیشه اختشاش هست آره اسپانیا بارسلونا دارن جدا میشن فرانسه هم که جلیق زردا هستن آمریکا هم که اصلا اخلاق چیز شده از بین رفته و مردم دیگه دارن شورش میکنن این مغز داستان مغز مثل همین مثل صدا سیما ایران که میگه که همه چی خوبه و عالیه یا ترامپ شما میگن بابا 90 هزار تا کشتی دادی میگه که ما بهترین سیستم تستینگ دنیا رو داریم پیش میگن بابا این مسابقه است شما مردمت دارن میمیرن نه اگه این کارو نمیکنین بیشتر میمردن خلاص این داستان مغز که میگه مغز مهمترین عضو بدنه مثل همینه از خودش پرسیدن خودش هم میگه من بهترینم دیگه درست و چرا مهمترین عضو بدنه بخاطر اینکه تمام سیگنال هایی که از تمام اعضای بدن میرسه از طریق این نورون ها میاد به در واقع از طریق شبکه عصبی میاد به مغز میرسه و مغز اینها رو تجزیه تحلیل میکنه یا عالم نورون توی خودش داره که این دیتا هایی که از اعضای مختلف بدن میرسه اینا رو تجزیه تحلیل میکنه در واقع فقط هم تو اون نقطه اینا دارن تجزیه تحلیل میشه و دقیقا به همین دلیل اون داستان مغز در شیشه ای که ما تعریف کردیم برین این وات که برگرفته از حالا ایده رنه د و اون در واقع ایول دیمنیه که داره بهش یه سری سیگنال میده مطرح شده که حالا فیلم ماتریکس هم بر اساس اون ساخته شده دقیقا چون فیلم دیدی؟ ها؟ اش فیلم دیدی اش واقعا آره آره, آره خوب ساخته بودن دقیقا به همین دلیل چون همه این سیگنال ها در واقع جمع میشه و میاد میرسه به مغز اون جاییه که ممکنه اصلا همه چیز مصنوعی باشه یعنی ما وجود خارجی نداشته باشیم صرفا تمام این چیزهایی که داریم میبینیم سیگنال هایی که به سمت مغز ما هدایت شده و اون این توهم رو برای ما ایجاد کرده حالا اینکه ما کیم رو نمیدونیم دیگه تعریفی براش نداریم ولی اون میشه با فرستادن یه سری سیگنال به مغز این توهم رو ایجاد کرد که مثلا ما وجود خارجی داریم اینجا داریم راه میریم و اینا نمیدونیم شاید این باشه شاید این نباشه و این مغز در طول تاریخ طراحی نشده که ما از زندگیمون لذت ببریم طراحی شده به یک دلیل که ما زنده بمونیم فقط همین هیچ هدف دیگه ای نداره و ابزارهای مختلفی داره که ما رو زنده نگه داره ما رو در واقع به همون انگیزه بده که کارو رو انجام بدیم که بعضیاش لذت بخشه بعضیاش لذت بخشه. بخشه بعضیاش غیر لذت بخشه ولی نکته این اینه که فقط هدف مغز توی این حالا چند میلیون سال تکامل این بوده که آره بزن بنداز اه. ما زنده بمونیم یعنی مادر نیچر که حالا این خارجی ها میگن طبیعت یه جوری مغز رو طراحی کرده که ما فقط بتونیم زنده بمونیم سام... بعد یه, سامانه یه سیستم خیلی پیچیده عصبی داره که ده ها تریلیون باشید. میلیارد ها سلول عصبی داره و ده ها تریلیون سیناپس داره که سیناپس در واقع میشه اون ارتباطاتی که این سلول های عصبی با هم دارن یعنی اون میلیارد ها نورونی که توی مغز هست اینا همه نورونا با همشون در ارتباط نیستن ولی هر نورون با هر تعدادی که در ارتباط باشه به اون میگن سیناپس یعنی چی یعنی مثلا فرض کنیم که یه نورونی مسئول اینه که مثلا سیگنال هایی که از کف دست شما میرسه رو بگیره نفر اول اون نورونه میگیره بعد بر اساس سیناپس هایی که داره اینو پخش میکنه به نورون های دیگه مغزتون و حالا پردازش انجام میشه و ادامه کار به چی میخندی؟ ادامه بدید دا با. <applause> بعد حالا یه فقط یه اشاره کوچیک بکنم این تعداد خیلی تعداد زیادیه توی حالا کامپیوتر مفهومی هست به اسم دیپ لرنینگ اونا تلاش کردن که بیان مثلا رفتار مغز رو تا حدی شبیه سازی بکنن فقط برید ببینید تعدادی که ما آدما تونستیم مثلا شبکه های عصبی مصنوعی درست کنیم دیپ لرنینگ درست کنیم ببین تعداد نوروناش چقدر مقایسه کنیم با تعداد نورونایی که تو مغز هست ما خیلی با اختلاف پیچیده تر از اونه و قابلیت هایی داری که هنوز کامپیوترها قابلیت ها انجام دادنش رو ندارن درست. حالا این مغز این سیستم پیچیده که در واقع ما رو تعریف میکنه ما همون مغزمون هستیم چهار تا هرمون اصلی داره که به اینا میگن هرمون های خوشحالی قبل اینکه حالا اسم هرمون ها رو بگم که هزاران بار داره حالا گفته یه سری از حسایی که این هرمون ها ایجاد میکنن و من بگم مثلا دیدی یه وقتهایی شما انگیزه وحشتناک داری بری یه کاری رو مثلا انجام بدی بله بله, هر بله. شب قبل اینکه بخوام برای فردا صبح اینو دارم آره حالا مثالش چیه مثلا فرض کن من گوشی ایمانو ازش دو ساعت بگیرم این دیگه آخرش لح لح میزنه که بره دست ببره به گوشیش دروغه واقعا دروغه یا اینکه مثلا ماهایی که اینجا زندگی میکنیم برای غذاهایی که تو ایران هست یه انگیزه خاصی داری مثلا اون سگ پزو بریم یه دور دیگه یه مخصوص نیما یه مخصوص, نیما. یه 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 مخصوص نیما مثلا به ما بده یا فری کسیف و بری آره این مخصوص نیما رو من تا خوردم <تصفح> آره این سکباز دم دانشگاه ما چیز داشت به اسم بچه هایی که رفته بودن اونجا مثلا یه ترکیبات خاصی رو دوست داشتن این ساندویجه شده به اسم مثلا میگفت مخصوص نیما میدونست چی بده مخصوص ایمان مثلا یه چیزی که مخصوص فرهاد هیچی نبود آها من میتونستم مخصوص خودم اونجا داشته باشم اگه زیاد میرفتی آره یعنی مخصوص بچه ها رو میخوردی آره آره این یه وقته یه آتش یه انگیزه خاصی دارید که یه کاری رو انجام بدی یه اتفاقی برات بیفت و اینا خب یا یه وقته دیدی حس مثلا وابستگی داری حس میکنی خیلی رابطه نزدیکی داری اعتماد داری مثلا به یه جمعی و این حس لذت بخشیه یا یه حس خوشحالی و سرخوشی خاصی داری لزومات هم نمیدونی از کجا میاد مثلا صبح که بیدار میشی پنجره رو وا میکنی میبینی به هوای نیمچه ابریه که یه بارونی هم زده بوی خاک میاد و خونک هم هست این مثلا اون لحظه که واه چه سرخوشی نگو دیگه. آره دیگه آره یه حس نابی اونجا خوش خودت شد. آره به وجود میاری تو یه وقتی هم درد داری ولی با اون درده همچنان حاضری ادامه بدی و مثلا حالا بجنگی اینو تصویر علی دایی اگه دیده باشی توی که آواز سرش شکسته او داری همچنان داشت مسابقه میداد یا چه میدونم مثلا ایمان اینا که میرن میدون و اینا سخت دیگه فشار میاد درد دارن ولی یه یه حس خوبی هم همچنان دارن که اون قضیه رو ادامه بدن درسته اینو همش بازی مغزتونه رو نخورید آره صداش میاره پایینی و نازک میکنه رو نمیدونم بازی خودشه این بازی خودشه سر نگاه می نکته چیه الان که من میگم بازی اینا بازی باز. مغزه همچنان مغز من داره به من میگه که من اینا رو بگم یعنی مغز ما داریم به شما میگه که اینا این بازی, مغزه. این مغزه. اینو بازی مغزه آره <تصفح> از, <تصفح> <تصفح> از این بازی تیچ وقت در نمیام دیگه آره, آره یعنی اونایی که حالا پزشکی مثلا جراح مغز و اعصاب میشن در واقع از مغز استفاده میکنن که برن مغز رو بشناسن یه چیز عجیبیه دیگه نمیدونی آدم یه ذره سردرگم میشه آره بعد آره این این حسا رو داریم دیگه هممون بالاخره این چند تا موردی که من مثال زدم و تجربه کردیم و درسته. و اه... تحت تاثیر این شرایط بودیم و بعد... یه وقتی ولی هستش که ما قافلیم از اینکه اینا رو مغز داره تولید میکنه صرفا با ترشح یه سری هورمون دیگه شروع میکنیم از خدا خدا رو بنده نبودن و نمیدونم ادعامون میشه یه وقتایی میریم مثلا دعوا میکنیم میجنگیم بعضی اینفلوئنسر میشن بعضی سر بقیه کلا میذارن بعضی فکر میکنن که به کار مختلف دیگه میخوام مثلا بگم بشر چی کار بعد میرسیم به وقتایی که حس میکنیم انرژی ما مثلا کوچکترین تاثیری روی کائنات با میلیاردها ستاره و سیاره و این داستانا داره اینو وقتایی که میدونی ما یه،, یه یه حس عجیبی به اون دست به فکر کنیم دنیا رو داریم میگیریم در صورتی که نه دیگه این همچنان همون صدای شیشکی از پشت مغز داره برات پلی میکنه اینا یه سری چیزه فرمول شیمیا یه سری ترکیب هیدروژن و نیتروژن و اکسیژنه هیچ چیز خاصی هم نیستا این کربن و هیدروژن نوتریژن نوتریژن نیتروژن اکسیژن اینا که بالا پایین میشه اصلا یهو آدما عوض میشن مثلا کاراکتر ایمان که همیشه به فرهاد میپره ممکنه من چار تا رو بالا پایین کنم عاشق فرهاد بشه به دست ببر این اطوفت این آره. بیشتر بشه مثلا تو کامنت ها گفته بودم به کارون یه چیزی بدید بخوره یوبزه. این زین. هیدروژن <applause> کاربن اونو من محلولشو دارم اونو من هیدروژن من 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 منو بالا پایین کنید من ممکنه بیام اینجا مثلا اندازه ایمان بخندم و کاراکتر گوگلی داشته باشم بدونم من من یه دونم یعنی هیچ کی هر کیو بالا پایین کنی به من کربونه ولی کربن آره دیگه اینا یه ذره بالا پایین شیمی عالیه یه ذره اینا بالا پایین شه اصلا عوض میشیم همه ما که چیزم گفته شیمی عالی داشی شاعر چی گفته شیمی عالی داشی آقای خلصه گفته بود ولی اینا یه وقتایی هم دیدی هیچ کاری نکردی حس خوب داری حس تو؟ کردی تو حالا آره و... چهت... اونجا جایی که من میترسم میترس باری حس خوبه بدیه آفری وقتی یه وقتایی مثلا میشه به بچه مثلا حس خوبی دارم ولی هیچ کار خاصی هم انجام ندادم اون موقع من میترسم چون که میدونم این مغز داره در یوسپازی در میاره یه هورمونیو بی خودی ترشو کرده بی دلیل هیچ کاری نکردی مثلا یه دیدی مثلا امروز خیلی روز خوبی واسه یک ساعت بعد داری فش میدی اون وقتی ام. که دلیل نداره وقتایی که من در عذابم و میدونم بازیه دون برام پاشیده داره یه شرایطی رو مطرح میکنه بی خودی من یه حس خوبی داشته باشم و این همون ایول دیمن دکارته نمیدونی دیگه یه هم ممکنه اصلا یه سیستم دیگه ای که به صورت هماهنگ شده سیگنال ها رو به هفت میلیارد جمعیت دنیا میفرسته اون روز تصمیم گرفته مثلا به معنی کارو یه حس خوبی خودی بده که من فکر کنم خبریه خب اون لحظه اون مثلا یکی دو ساعت یا حالا چند, چند لحظه که اون حس خوب داری یه بریک میتونه باشه دیگه یه زنگ تفریح میتونه باشه حالا تو واقعا مثلا بشه به در شاید تو برای تو بیشتر این تو جیتون... چون تو خیلی آدم دقیق سخت گیری هستی به خودت یه هر از گاهی دیگه مجبور به زور تو رو یه کاری بکنی که زنده بمونه شاید واقعا یکی از اون روش <صفح> های زنده موندن من, که <داره> <خب> ما از مغزم که جدا میری لبه من که از مغزم که جدا نیستم دیگه میگه سختگیری اون سختگیره در واقع من اونی نداریم همش یه چیزه ولی من میترسم اون وقتایی که بی خودی اون حس رو ایجاد میکنه وقتایی که بدونید من ترسیدم چون میدونم این بازیشه بله تماما بازی در واقع کارون تو میترسی یا مغزت میترسه آفرین مغز من یه شرایطی رو برای من ایجاد میکنه از که اولا که که اولا من فکر کنم من و مغزم دو تا چیزی و من <تصفح> من رو از مغز خودم بترسونه آخر این اپیزود اگه از تو مغزمون تونستیم بیایم بیرون این همش بازیه خب آره بعد دنیا رو که ما فقط از طریق مغز خودمون تجربه میکنیم دیگه یعنی من نمیدونم این چیزی که من میبینم دقیقا همین چیزی که فرهاد میبینه. آره این اون از آزمایش فکری هست که راجع آره. صحبت کردیم این میتونه دوباره بازی مغز شما باشه اصلا دنیا رو به شما یه مدل دیگه نشون بده یعنی این پیرن صورتی فرهاد میتونه خوش رنگ در باشه من فقط دارم این رنگی می‌بینم آره اصلا ممکن تو اون صورتی میبینی من دارم آبی میبینم ولی من تو مغزم سه شده آبی آبی رو صورتی ممیستن. صدا کنم بله. میبینی اصلا این خیلیه آره ای اینو ست کنی همیشه مثلا تو کامپیوتر یادت ویندوز یه زمانی میشد ماوس رو برعکس ست کرد یعنی بری چپ بره راست بیای پایین بره بالا این از اول اونجوری ست کنی خب اون میشه عادیت یا یه آزمایشی بود روژین فکر کنم فرستاده بود سر دو چرخ آره آفرین دوچرخه دو ما عادت داریم بخوایم بریم راست فرمود ببینیم راست یه دو چرخه بود برعکس بود مغز عادت کرد بهش خیلی موجود، آره. موجوده فلکسیبلیه و خیلی استرچی و اجایل <applause> استرچیه اینا تا اینجا مقدمه بره. بود حالا بریم این هورمونایی که گفتم آره معرفی کنیم 25 دقیقه براتون مقدمه رفته <applause> خب آره هورمون اول از بی خودی به اصلیه میرم از نظر خودم ها <applause> از این نظر, نظر شخص من اندورفین اولیشه که میگه از لحاظ ساختاری شبیه مورفینه بهش میگن مسکن طبیعی همون اوپیویدی که ایمان تعریف کرد گیرنده های اوپیوید مغز رو فعال میکنه شما حس خوبی داری مثلا درد اگه یکی زیاد داشته باشه بعد عمل جراحی بهش مورفین میدن بعضی هم اصلا کلا حال میکنن مثلا میرن رو مورفین بالا میرن ها. میکنن. های میکنن باش توی طبیعت داری مثلا یه موجود درنده در اگه حمله کنه مثلا به یه قزال تیز با حتی اگه اونم زخمی کرده باشه تو اون لحظه این اندورفین ترشح میشه باعث میشه که اون قزاله بتونه قزال بتونه فرار کنه در که اگه مثلا حالت عادی باشه اون دردو داشته باشه کاری نمیکنه مثلا علی دایی با سر شکسته بازی کرد تو خونش بود احتمالا سرش میشکست درد میگیره ولی تو اون لحظه امه. چون توی شرایط خاصیه مغز براش شرایطی رو ایجاد میکنه که اولا شما حس خوشحالی داشته باشید دوم من تا چند ساعت حواستون نباشه مثلا چه دردایی دارید دقیقا همون حس تو... بعد ورزش توی فیلم هم همینه دیگه یارو تیر میخوره میگن الان گرمی نمیفهمی فردا متوجه میشی چه اتفاقی آره. آفرین توی ورزش بعد اینکه مثلا از باشگاه میای بیرون درد داری ولی لذت داری خوشحالی یکی از ها رو مغز طراحی کرده هیچ خبر خاصی نیست بعضی وقتا دختر پسرم که به هم میزنن همون لحظه نمیفهم چی شده میان خونه مثلا شروع کردن اونو پسرا اینجوری هم پسرا اولش نمیفهمن خوشحالن آه. بعد مثلا یکی دو ماه میفهمن چی شده گریه میکنن دخترو برعکسن اولش ناراحتن بعد خوشحال میشن این... اینم اینم بازی این هم هرمونه دیگه این هم هم این هم بازی های من دومی چیه؟ سیروتونین بله که اون اون هرمونه چیزه خوشحالیه که یه مثلا صبح تو بیدار میشی میگی به دنیا عجب جای قشنگیه <تصفيق> <تصفيق> عالی شد بعد <applause> پرتقال تا ور میداری و میری لب بالکون آره شامتو میپوشی و میری لب بالکن و میگی به چه زندگی قشنگی آره این اون آهنگی که زیاد گوش میدی چیه؟ زنی من خیلی زنی. چی؟ زنی آها آها آه زنی یه چیز داره آره اونو برو ببین همین سروتانی نو داره پروزاکو پروزاکو زنی زنی رو سرچ کن یادم رفت وقتی داشتم می نوشتم بعدا مجازات نشیم از سمت دوستان چرا؟ سپخش گردنش نه نه نمیخوام پخش نه, نه پخش نه, نه, نه فقط برو ببین توی داروش همین سروتونین دارن یا نه که فکر کنم سروتونینه آره لکسا پرو داره که یه اکتیو سروتونینه آره داروی ضد افسردگی و اینا توش سروتونین دارن به خاطر اینکه میگم اون حس خوب رو ایجاد میکنه مغز مغز شما که این هورمون بهش برسه اون حالت خوشحالی رضایت به شما دست میده و میگن حالا توی یه محیطی که باشی توی یه اجتماعی باشی اگه حس اینو بکنی که توی اون اجتماع مفید هستی یعنی جایگاه اجتماعی خوبی داشته باشی سوشال ایمپورتنس اون سروتونین ترشح میشه یه حس در واقع اعتماد به نفس یه نگاه مثلا ویژه‌ای به خودت میکنی لذت بخش حالت خوبه حس خوب داری سومیش این اینجا داریم خیلی مهم میشیم دیگه اکسیتوسینه این چیه اون حس وابستگی همزاد پنداری اون که توی حالا امپاتی میگن انگلیسی شد توی مثلا جمع دوستاتی دیگه خیلی واقعا حس خوبی داری همه چی عالیه یا حتی مثلا توی رابطه یکی رو خیلی دوست داری به خودت میگی این عشق واقعی اون آه. لحظه لحظه که برای شما اکسیتوسین خیلی زیادی طراحی شده و دیگه مثلا ما این باور رو داریم که توی این هفت میلیارد جمعیت دنیا دیگه ما دو نفر برای هم اصلا ساخته شدیم و کائنات خواسته که ما کنار هم باشیم نه این اکسیتوسین تشریف شد اکسیتوسین از این هست که مثلا زیادش اعتیاد میاره یا نه فقط همه کلا تمام این به این مغز یه حالت خیلی منعطفی داره خب به ترشوه به دوزج مختلف این هورمون ها ممکنه عادت کنه اگه زیاد در معرضش قرار بگیره خب <applause> اکسیتوسین کاری که میکنه اینه که در واقع تو به تو این حس رو میده که یک جانشین باشی دیگه دنبال تجربه دیگه مثلا نری برخلاف دوپامین <applause> که تو رو در واقع تشویق میکنه که بری به سمت یه چیز جدید تجربه کنی که یه پاداشی بگیری اکسیتوسین اینجوری نیست توی همون جمعی که هستی باعث میشه که لذت ببین مثلا اینو توی حیوانات توی پستانداران که ما هم پستانداریم دیگه توی اونا تحقیق میکنن مثلا میبینن که حالا دوپامین،, دوپامین رو جلوتر توضیح میدم ولی مثلا فرض کنید یه گله همین غزال اگه باشه این دوپامینش که زیاد بشه این ماجراجو میشه این ممکنه آه. که اون گله رو ترک کنه که بره مثلا چمنای دورتر رو بخوره خسته شده از چمنهای این بعد یه مدت که دور میشه خب رفت اون رو تعریف کردی زد جو هیچ اوچینی نه اون برتر رو خورد حالا آره مثال بعد میره اون و دوپامین خوب ترشحش رو تموم شد اون پاداش رو گرفت بعد اون موقع اکسیتوسینش اومده پایین دلش برای جمع تنگ میشه میخواد برگرده برگرد. آره حالا منم که مهاجرت کردم تنها اومدم تو همچین حالتی بوده دیگه مثلا اکسیتوسین بی خیال شدیم دوپامین زده بالا بریم ببینیم اونجا چه خبره بعد یه مدت اینجایی مثلا احساس پوچی ممکنه بکنی از درون توهی بشی بعد مثلا بخوای برگردی به یه جمعی اینا ولی خلاصه اکسیتوسین اون حس اعتماد در واقع همبستگی با بستگی انقیاد بابستگی. باندینگ انگلیسی میگن فارسی حالا انقیاد شاید بتونیم بگیم اون حسی که داشته باشی که من مال این جمع من به اینجا تعلق خاطر دارم و حس خوبیه میگه خانوما هم که بچه دار میشن اکسیتوسین خیلی ترشح میشه خب <تصفح> خوشحالن یه حس عجیبی به اون بچه دارن ولی بعد اینکه بعد یه این مدت اون حسه میره برای همین هی مجبورن تاچش کنن دست بزنن بچه رو بغلش کنن پستاندارا ظاهرا اینجوریه تاچ <تصفح> بچه‌شون رو... آره کلا که تاچ ولی بچه‌شون که بغل میکنن اون دوباره اکسیتوسین ترشح میشه که حس خوشحالی میده به مغز <تصفح> و میگن حالا ما تینیجر که میشیم دیدی دیگه, دیگه چیز میشینی خیلی آدم بی خودی و زیر همه چی میزنیم میگه اون موقع سطح تو اکسیتوسین خیلی پایینه برای همین حالا از جمع ممکنه گریزون باشیم حالا حوصله ما بابا رو نداشته باشیم و اینا و آدمای درونگرا آدمایی که خیلی حالا حال نمیکنن تو جمع باشن و اینا اون هم از سطوح اکسیتوسین پایینی کار گفت آدمای بی خود میشیم کلا بی خیلی قوی خیلی توی آره که با بدترین دوران دیگه بلوغ اصلا کلا سیستم خرابه بله خزندگاه مثلا چیز کروکودیل و اینا اینا خیلی به هم بیاعتمادن همیشه هر لحظه ممکنه فیلمش اون روز که ایمان فرستد یکی دست اون یکی رو کن اه... اصلا تو نگاهشون هم پیداست موج میزنه تو آره اینا... این اینا, هر لحظه آمادن یکی به اون یکی حمله کنه بجز که به زمان نزدیکی اینا رابطه جنسی که دارن اکسیتوسین زیادی ترشح میکنن اون لحظه با هم خوبن به هم اعتماد دارن تموم که <تصف> میشه اینه دستمال مصرف شده هم نگه رو میندازن دور و همه فکران فقط به خزانگاه نیست بقیه هم همینه حالا یه سری از پستان دارن همینطور دیدیم که میگیم آره و اما سلطان هرمون ها پادشاه پادشاهان میخوام خب تتو کنم رو فورهدت اینجا بزنم دوپامین پادشاه تمام هورمون ها عامل اصلی 90 درصد تصمیماتی که ما میگیریم دوپامین جنگا. دوپامین چیکار میکنه اولی که حس خوب میده وقتی ترشح میشه که یه وقتی که ما انتظار داشته باشیم یه اتفاق خوبی بیفته خب مثلا شما انتظار دیدار مطلوب زندگی تو داری میکشی <applause> خب اون انتظار دوپامین به شما میده فرض کن مثلا میدونی مطلوب رو مدت هاست ندیدی و محبوب بلیت گرفته قراره بیاد پیش شما بعد از چند ماه خب، چند <applause> ماه دیگه میگه هرچی نزدیکتر بشی به اون زمان دیدار دوپامینی که ترشح میشه بالاتره و حس خوب بهتری به شما میده تا اینجا پیش میره که میگه حتی ممکنه وقتی تو طرف رو ببینی از میزان اون حس خوب کم شده باشه بخواد دیگه تو رسیدی در واقع تو پاداش رسیده. تو گرفتی و مغز دوپامین رو ترشح که تموم شد دیگه اونجا بعد برای شما دوپامین ترشح نمیکنه دوپامینت اومده پایین اونجا هنر کنی بتونی اکسیتوسین ترشح کنی نکنی باید بری سراغ مطلوب بعدی قشنگ آره یا مثلا غذا دو... برای غذا خوردن آدم این حسو داره مثلا شما فرض کن خیلی گشنه باشی غذایی هم سفارش داده باشی تا وقتی برسه خیلی آتش داری که وای الان میاد و اینا گاز اولو که بزنی اون حسه میره واقعا برای من اینطوری نیست حالا سری بعد داشته باشم و تا یه رو بعدش هم اگه گاز بزنم باز همون حس دارم نه اون حسه عوض شده اه. بعد دیگه بعد آها من اینو یادم من بچه که بودم فکر کنم دوم دبستان بودم اصلا ما مدرسه که با ایمان بودیم داشتم برمیگشتم خونه بعد من بچه خیلی چیپس دوست داشتم نمیدونم چرا میتونم همه بچه دوست دارم بعد اون موقع یادت این چیپس های استوانه ای بود سفید بود جلدش اصفهان زیاد تولید میکرد بالاش یه چیز زرد رنگ داشت اونا رو هم ما خیلی میخوردیم و اینا نیده بودید نه؟ استوانه شکل بود نه استوانه یه کیسه شکل آه، کیسه از خونگی بود آره بزیار. اونا خیلی خوب بزیار بزیار. شرب وحشتناک بود ما میگفتیم چی چیپس خونگی آره آره آف آفرین مزه باحال هم... بود با من یادم نمیاد <تصفح> یه تولدی بود خونه ما چی شده بود ما چیپس چیز داشتیم این چیپس های بسته مزمز آبی بزرگ کارخونه بزرگ که میگم تو ذهن من بچه اون بزرگ بود دیگه آره سایز فامی بعد من یادم رفته بودم مدرسه تو راه با سرویس که داشتم برمیگشتم کل راه ذهنم این بود که وای من برم خونه با اون چیپس برسم و اون چیپس رو بخورم اصلا یه حس خوشحالی عجیب و غریبی داشتم بعد یادم قشنگ من رسیدم و مثلا اون چیپس رو که خوردم چی بودم که نه اصلا اینونی نبود که میخواستم آره چی چیشو... شد میتونم بگم بگو اگه واقعا خاطرات در بچه اینجور چیز خیلی مشکلات زیادتری داری که بخوای حلشون بکنی اگه واقعا یادته که یه روز مخواستی چیپس بخوری رفتی خونه چیپس خوردی زیاد لذت نوردی هیچ لذتی از بچگیت نوردی تو همینه مشکلات بیشتری هست بعد آه. اونجا من اینجوری بودم که خب پس چی شد بعد اون شعر شادمر اومد تو زنم که چرا هرچی که خوبه او نه الان که داشتی اون موقع که بچه بودم اینو برای خودم شروع کردم خوندن که اون حس خوبه تمام شد ولی خب الان دلیلش رو میفهمم دوپامین بوده من چون انتظار رسیدن به اون چیپس خوشمزه رو داشتم از اون انتظار دوپامین نه اون موقع نمیدونستم چرا میگه از بچگی سایه دوپامین رو سرت بوده آره الان دلیلشو میفهمم الان که مثلا بعد چه میدونم 20 تا اندی سال اینو یادم میفته میفهمم اوه که اون موقع مغز من دوپامین داشته ترشح میکرده بعد که رسیدم دیگه جذاب نبود اینو برای ها میگن میگن مثلا اگه بالای درخت یه انبه موزی چیزی باشه این میمونه مثلا با اون موزه که فاصله داره یه مقدار دوپامین ترشح میشه یا برو اونو بگیر تشویقش میکنه بعد یه مقدار که جلوتر میره نزدیک که میشه دوپامینه بیشتر میشه هرچی نزدیکتر شه بیشتر شه که اینو تحریک کنه آقا برو اونو بگیر بعد که بهش میرسه از بین میره اونجا احتمالا باید اکسیتوسین ترشح کنی که با اون موزه مثلا یه راه یه چیز یه که اصلا من خودم دیدم اگر که بخوام مثال شخصی بزنم برای مثلا کم کردن وزنه تو موقعی که میخوای وزنت رو کم بکنی مثلا داری به اون عدد نزدیک میشی خوشحالی و اینو دیگه داری میرسی وقتی بهش میرسی یه ول میکنی دیگه خب من رسیدم و تمام شد و واسه همینه که آدم معمولا موقعی که وزنش میاد پایین و دوباره میره بالا امه. به خاطر که اون احتمالاً اون دوپامینه ترشح شده دیگه به اون هدفت رسیدی و ام، علاقه نداری دیگه. 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 هیچ چیز دیگه نیست که تو رو ف... آره دیگه اینو میگن شما اهداف زندگیتون اگر به شکل قله تصور کنید این اتفاق براتون میفته تو میری قله رو فتح میکنی و تمام. دیگه گذاشتیش کنار <تصفح> باید از اون مسیر حالا لذت برد و که اون خیلی لذت بردم تو مسیری که داشتم بازم کم شد خیلی دیگه, 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 دیگه. الان بسته دیگه لطفا اینجا بیشتر کمش نکن دیگه شبیه هروئینی آره <تصفح> دیده بود خیلی عصبی شده بود و اصلا نمیتونستم تحملش کنم خب بعد از اینایی شده که اینجوری پوست دست اینجوری آویزون میشه پوست بدنه کیما دیدی مثلا اینجا آویزون اونقدر خپل نبود نه دیدی نه متاسفانه حالا نقطه ما رو نبینه کارون میگذره تو دوران قرنطینه آره کجا دیگه این اتفاق میفته اوایل رابطه خب دوپامین اونجا درگیر دوپامین بدی هستیم و اون موقع میگن تو شرایط چیه؟ دو کلمه ایه. با اف هم شروع میشه. زیاد گفتیم فایتر فلای تیم. وقتی که اول رابطه ای تو ضربان قلبت رفته بالا. خب این حالتی نیست که ما عادی زندگی می‌کنیم. میگه تو یک ساعت اون باشی مردی، سکته قلبی کردی. ضربان قلبت مثلا میره بالا، خیلی هیجان داری، خیلی استرس داری، تمام تمرکزت روی محبوبه. خب میگه بدن توی اون شرایط زیاد نمیتونه بمونه خب چون شرایط بحرانیه اون موقع سطح دوپامین خیلی بالا سطح اکسیتوسین پایینه به مرور اینا جاشون رو با هم عوض میکنن اگه حالا رابطه بمونه از چند ماه بگذره سطح اکسیتوسین شروع میکنه بالا رفتن و دوپامین میاد پایین حالا اینجا زمانی که آدما خیانت میرن میکنن اما باز باشیم. باز... آره عادت کرده دوپامین از اون ور مثلا یه انحنای دیگه میره یه و آن. یه جا دیده مثلا میخواد بره مساحت زیر اون منحنی رو حساب کنه <تصفح> خب این چون انتظار اون پاداش داری مغز برات دوپامین ترشح میکنه که بری مثلا مساحت زیر اون حجم زیر اون انحنا رو در واقع حساب کنی آره درسته درسته بعد با... آها بعد <nullisa> اینجا به بعد و احساس میکنم زیاد این دوتا با هم که دست yeah. به دست هم میدن کارهای عجیبی میکنن این تیکش رو احتمالا خانوم ها بیشتر میتونن باش ارتباط برقرار کنن در حین رابطه جنسی یا بعد از رابطه جنسی ترشوه حالا اکسیتوسین و دوپامین انقدر بالا پایین که میشه ممکنه که به طرف حتی به گریه بیفته حالا این گریه بهش یه وقتایی میگن گریه که به خاطر ارضا شدن ایجاد میشه که میگن اگه اون حالت رو داشتید خیلی خوشحال باشید چون اون حالت نادریه یه وقتایی هم به خاطر ناراحتیه چرا به خاطر اینکه تو اون بازه انقدر اینا حالا حس خوب و یه عالمه هورمون خوب داره ترشح میشه خوشحالن بعد خب اون ها رو بعدا مصرف کرده و فاصله بعد اینکه تموم میشه هستن آدمایی که به گریه میفتن خیلی حس ناراحتی و خیلی حس بدی دارن <متده> حالا ما مرد. آقا از کجا باید بفهمه الان میگم از کجا ما ها چون اونقدر بگه. آدم عمیقی نیستیم که این چیزا رو بفهمیم ما تو بازی اینو میفهمیم خب مثلا من اینو تو چند وقت پیش حس کردم ما با همکارمون سه ساعت و نیم کانتر بازی کردیم اصلا انقدر با. خوش میگذشت که اون سه ساعت و نیم اصلا نفهمیدم چجوری گذشت و اینا بعد که بازی تموم شد زار زدی زار حالا زار ولی اصلا یه ذره بود ببین زمین و زمانو چنگ میزد آره یه حس بعدی همون لحظه <applause> به دست میده که خب تموم شد تموم شد آره بعد <applause> مجبور شدم بشینم back to the future رو رو اون موقع ببینم که یه ذره دوباره من من سوال این بود که آقای وقتی خانم اونجا و... اون وسط یه وزد زیر گریه از کجا بفهمه اون با آگاه باشه من شده شده این شرایط عادیه دیم. همه اینجوری نیستن اینو داشته باشه چه جوری تو الان علمشو داری چه جوری نمیذاری اشک الان آقا یه سوال گفتی که در حینش اتفاق میفته یا نه این اتفاق میفته وقتی که مثلا به لذت میرسه بعد کیکین میکنه ببین چند اوز... مدل داریم اوز... اوز... اونی که اوز... حالا بیشتر مد نظر من بود اون بود که بعد اینکه به لذت رسید تموم شد به گریه میافتن به خاطر اینکه اون هورمونا دیگه ترشح نمیشه تو اون بازه آه... یه عالمه اکسیتوسین آه... اوز... آه... دوپامین بوده بعد دیگه ترشح نمیشه بیش بیش. آره اون افت هورمون باعث میشه که یه سریا بگیریم اونی که حالا در حینشه دلایل دیگه ممکنه داشته باشه که دیشب خوندم راجعه فراد جان شما مورد نظرتون کدوم مورده شما کدوم دوست داری گزینه دال وای خدای به کجا داریم میریم آره بعد این اینجا میخوام راجع اون چیزی که فرهادم بهش اشاره کرد بگم که مغز عادت میکنه به سطوح مختلفی از این هورمونا که ترشح میشه خب یعنی اگه شما اینا که مثلا ورزشی خطرناک و اینا انجام میدن خب برای من نوعی بره. که اینجا نشستم میبینم یارو مثلا از این پشت بو میپره به اون پشت بو خیلی به نظر من این کار هیجان انگیزیه ولی اون طرف که چند بار اون کارو بکنه مغزش عادت میکنه به اون سطح از دوپامین خب دیگه اون براش حال نمیده حالا به جای از این پشت بوم اون پشت بوم باید بره به اون یکی پشت بوم هم مثلا بپره اینو مثالش شد آروین هم هفته پیش زد دیگه <applause> که مثلا چرا تو اول یه بازی حالا معمولی میکنی خیلی حال میده از یه جو بعد دیگه برای تکراری میشه چرا چون دیگه مغز تو اون پاداش رو به تو نمیده کار معمولیه تو باید بری مثلا یه بازی سختتر یه بازی حالا حیجانی تر انجام بدی اینو حالا توی قرص خواب آدم ها ممکنه تجربه کنن اول دوز پایینش کار میکنه بعد یه مدت مغز عادت کرده کار نمیکنه میری دوز بالاتر <applause> یا مواد مخدر همه مخ... چیز دیگه مثل مواد مخدر چه میدونم شرط من بندی من با قهوه تجربه کردم اول آره آفرینش هر چیزی که اعتیاد آوره دیگه بعضی با موفقیت بوس. اینجوری هن اولش با موفقیت که عیزه چه باید هی میخوان موفق تر و موفق تر بشن بله اینا دیگه اعتیاد پیدا میکنن به موفقیت اینو هفته پیش هم فکرم درمش هفته پیش بود یا دو هفته پیش بود درمش صحبت کردیم توی همین داکیومنتری مایکل جکسون جوردن. جوردن. هم بود نه دیدین یا نه کسی دیده اصلا من زدم تو فیوریت که یک روز برم ببینم. ببینمش مان مان حتما ببینید خیلی داکیومنتری بالیه به نظر من یکی از بهترین داکیومنتری های ورزشی که تا الان ساخته شده من داکیومنتری زیاد دیدم ولی این واقعا از میکینگ مردر بهتره ورزشی گفتم اون که شما دیدی اون, اون دیگه اون اصلا بهترین داکیومنتری دنیا و بهترین اپیزودی که باش میشه فرهاد رفت نمیدونست چی داره میه <تصحة> <تصح> خب دیگه چی کارم؟ همین ما که جردن تمام شد هم میخواستم بگم اینم اعتیاد داشت به اون بردنه دیگه یعنی میگفتش که اتفاقی که میفته همه جا مثلا نشون میده که خیلی سخت با هم همتیمیاش برخورد میکنه خیلی مثلا میزشون تحت فشار شاید موقعی که دارن تمرین میکنن خیلی جدی میگیره همه چیز و اینا که بعضیا ممکن بود ازش ناراحت بشن ولی میگفتش که من اعتیاد داشتم به اون بردنه و اگر که نمی بردم اذیت میشدم میگفت حتی بعضی موقع اینطوری بود که برا خودش میومد تو ذهن خودش یه داستان درست میکرد داستان علکی ام. که مثلا فلان کس بعد بازی که بهشون باختیم به من تیکه انداخته این تو ذهن خودش واقعا میواد این تصور میکرده و از اون استفاده میکرده که بره ببره میگفت انقدر مثلا اعتیاد داشته به بردن حالا این دو تا هورمون آخری که گفتیم اکسیتوسین و دوپامین, دوپامین. گفتم اینا مثلا یه حالت متضاد طور هم با هم دارن دیگه دو... اکسیتوسین باعث, شم... باعث میشه شما یک جانشین باشید به شرایط مثلا الانتون خیلی اه... حس خوبی داشته باشید دوپامین شما رو به این ور هل میده که اه... الان یاد یه چیزی افتادم که راجع به مقایسه ای حالا انسان‌های نئاندرتال و هوموسیپین که بود میگفت مثلا هوموسیپینا ظاهرا به اندازه ببخشید نئاندرتالا به اندازه هوموسیپینا چیز نبودن کنجکاو نبودن بر فرض مثال حالا اینا تو اروپا اگه بودن به یه مثلا میرسیدن دیگه نمیرفتن این دره رو ردشن به یه صخره ای می میرسیدن دیگه همونجا میموندن دور میزدن <applause> نه اصلا اطلاع همونجا میموندم ولی اه چیز هوموسی پیانا در واقع دیگه قاره رو با معلوم نیست چه قایقی تونستن اینجا به اونجا برن و کل دنیا رو گرفتن شاید من نمیدونم شاید این ساختار مغزی که ما داریم که حالا هی دوپامین برای ما ترشح میکنه برای چیزهای ناشناخته باعث شده که همچین اتفاقی بیفته یا توی شرط بندی این قضیه به طرز وحشتناکی پیش میاد که چون انتظار برد رو داری مغزت برای توی دوپامین وحشتناکی ترشح میکنه که نوشته بود تا ده برابر ممکنه دوپامینی باشه که حالا از فعالیت دیگه ممکنه مغزت ترشح کنه روی این حساب اصلا طرف میره کلی هم باخته ولی چون من. یه چیزی توی مغزش میگه که نه دیگه مثلا الان اینو بذارم ممکنه ببرم همه باختامو جبران کنم اینجوری مثلا دوستای من. او 250 دلار میبازن رو حساب حماقت اه... پول گیرشون میاد آره یه یکی دلار میبره یکی دیس دولار. آره این هم چیزه اونجا ما نیستیم که میگیم میگیریم مغزت برای شما یه سری هرمون تر... تش... چیز بگید؟ تر... ترشو. ترشو. ترشو 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 که یه سری هیدروژن نیتروژن اینا ریخته رو هم تو اون لحظه حس میکنی نه دیگه من الان مثلا باید فرش زیر پامو بذارم اینجا که اینو ببرم ولی میدونید چی میشه اینو اینشو دیگه هممون تجربه کردیم گوشی گوشی شبکه اجتماعی سلطان ترشح دوپامین اینا <applause> که تو مثلا اینو باز میکنی جالب برات دیگه مثلا برم بدم مثلا پست جدید چی اومده نم جوک جدید چی اومده کی چه استوری گذاشته چه میدونید ذهن چون همش داره اون پاداشه رو میگیره هی hey, تو رو ترغیب میکنه که هی hey, دست بزنی به اون گوشی اینو ورداری بری این شبکه بری لالوها رو بگردی و اینا و این تمرکز رو کامل از ماها گرفته درگیرشیم الان ما مثلا یه کار تمرکزی بخوایم بکنیم نمیتونی ای باید بری دست بزنی به این گوشیه یک مثلا دو خط کتاب نمیتونیم بخونیم ای وسط مثلا و یکی تکست داده این وحشتناکه ما معتاد شدیم و مشکل اینه که دیگه به سطوح پایینش دیگه راضی نمیشیم این دقیقا همون اعتیاد است به خاطر اینکه های اجتماعی یا گوشی میتونن سطح دوپامین خیلی بالایی ترشح کنن ما دیگه به سطوح پایینش راضی نمیشیم ام. دیگه کار مثلا از... چه میدونم اگه قدیم میرفتی مثلا فلان ستون روزنامه رو میخوندی حال میکردی دیگه الان حال نمیدی میری مثلا کپشن یه خطی این عکس رو میبینی تو اون بازه ای که یه ستون روزنامه میخوندی الان مثلا میرید پنجاه تا عکس رو میبینیم دوپامین بیشتری هم ترشو میشه دیگه اون قبلیه حال نمیده این اون ابزاریه که این شرکت ها دارن ازش استفاده نظام های سرمایه داری آره روش تحقیق انجام میشه که چه مثلا همه ماها رو وابسته نگه دارن باعث بشه که ما ذهنمون مرتب بخواد که بره گوشی رو برداره ازش استفاده کنه معتادیم هممون حالا گفتی ستون روزنامه یه, یه چیزی یادم اومد من ایران که بودم مجله ماشین و یه مجله موبایلی بود می‌خریدم مجله بعد خب اینا پوسترم داشت هر ماه که می اومد عاشق اون پوسترا بودم دارم هنوز توی ایران ولی حالا حرفم اینه که من میرفتم اینا رو می‌خریدم و اینا خب بازی کامپیوتری هم می‌کردم ولی وقتی دیگه اینو می‌خریدم مثلا اون شماره اون ماه تر اومده بود او می‌شستم مثلا همه‌شو می‌خوندم اون تهش مثلا رفرنس هاشم می‌دیدم و اینا خیلی واسم جالب بود بعد چند وقت پیش یاد این چیزا افتادم یاد این تجربه خرید این مجله ها افتادم گفتم بذار ببینم مثلا این مجله مجله ماشین الان داره چه فعالیت میکنه دیدم خب آنلاین شده دیگه طبق انتظار آنلاین شده مجله رو مثلا میذاره پی دی افش رو روی وبسایت و رفتم مثلا بخونم و اینا دیدم اصلا اون کششه نبود واسه من حداقل دیگه و مثلا یه پست یه چیز داشت پایین زده بود که صفحه ما تو اینستاگرام هم اینه و خب من رفتم اون رو فالو کردم و اینا مثلا اون پست اینستاگرامی یا به قول تو دو خطی که می نویسن خیلی آره داره. الان امروز خیلی بیشتر به من حال میده یا اون نیاز من رو تعمیم میکنه در صورت که یه دورانی اون خوندنه اون گرفتن اون مجله خیلی تجربه با حال و چیزی بود پوری بود واسه من. ولی الان دیگه اونو ارزا نمی کنه همین اینستاگرام است که جاشو گرفته آره دیگه اتنشن سپن ما در بخون بازهی که ما میتونیم توجه کنیم به یه چیزی رو کم کرده دیگه ممکنه به تو حوصله خوندن اون مجله رو نداشته باشی ولی راحت میتونیم بریم 20 تا عکس رو تو هر کدوم مثلا تو سی ثانیه ببینیم و لذتشم ببریم ولی خب راه و اینا هستش من یه سری ویدیو اینا دیدم که چجوری میشه از این حالت خارج شد راه نه الان نمیخوام راجعش صحبت کنه ولی مثلا تست کنید خودتون یه وقتی گوشون کامل خاموش کنید بذارید اونور خیلی اتفاق جالبی که میفته مغزت یهو میگه خب برم مثلا اینو بردم این کار رو انجام بدم بعد یادت میاد که اوکی خب مثلا گوشی من خاموشه اولش یه ذره اذیت میشیم مثلا نیم ساعت یه ساعت اول بعدش تست باحالی به با آدم دست میده یه آرامش خاطر عجیبی داره گوشی رو خاموش کنید دیگه جواب هم دیگر ندید ما اوایل همین سال آخر که من دانشگاه بودم یه معلم داشتیم که فکر کنم با من صحبت کردم یه کاری که کرد نه یه بار نبود چندین بار صحبت کردم <applause> گفتش نه در مورد این کاری که کرده فکر کنم یه ارتباط کردم که اومد گفتش که رو بذارین تو کلاس و برید و مثلا خودتون هر موقع فکر کردین مثلا چه لغه شده برگردید و برید مثلا جای مختلف دانشگاه رو ببینید ببینید چه جوری اینا من تا بار مثلا خب ما مثلا موقعی که رفته بودیم اونجا مثلا یه شیش ماهی بود که من توی دانشگاه بودم و جاهایی رسیدم که تا به حال اصلا فکر نمی کردم مثلا وجود داشته باشه توی اون دانشگاه و به یه چیزایی توجه می که موقعی که گوشی هست یه دریزی گوش میدی و اینا واقعا توجه نمی و خیلی جالب بود دیگه میگم یه به قول کارون یه اکسپریمنت خیلی جالب وقتی انجامش میدی پورن سایت های پورن هم پورن فرمه افتاده یه فرمی پر کنیم یادم <تصفح> <تصفح> اومد یه سایتای پورن کلا فیلمای پرن دوپامین وحشتناکی ترشح میکنن دقیقا از همین اعتیاد دارن استفاده میکنن و پول در میارن اونا اینا گوشی سایت های پر نمیدونم بازی اینا تمام چیزهاییه که دوپامین ترشح میکنه ما رو ممکنه از زندگی خودمون به نحوی بندازه ولی خب راه و اینا هست که چجوری میشه مقابل باش ولی قدم اول اینه که آگاه باشیم این اتفاقاتی که میفته بالاخره تاثیرات این هورمونایی که من سرش دیگه فکر کنم که اپیزود موعود رو من صحبتش کردن دیگه صحبتش کردی میخوای اول یه ذره کامنت بخونیم بریم جا رو یا اول جالب بگیم بعد بریم کامنت یه سری کامنت خوبه بخونیم کامنت بخونم من یکی بخ... بخونم چند تا بخونم از کس باکس آه. نسیم گفته بودش که یه موضوعی که من دقت کردم یعنی که من بعد از آشنا شدن با مهمونای خودکست میرم خیلی عمیق دنبالشون میکنم و خیلی طرفدارشون میشم و حس میکنم این زنجیره آشنایی آشنایی و دنبال کردن انقدر, انقدر جذاب از خودکست شروع میشه که نمیشه نرفت دنبال مهمونها مرسی دست شما درد نکنه ما هم خودمون وقتی که فکر کنم چیزا میان اون مهمون ها میان بعدش بعد از مثلا یه صحبت چند ساعته باشون خودمون هم بیشتر باشون آشنا میشیم با اخلاقیاتشون و این چیز خیلی جالبیه دیگه قبل شاید ما فقط از روی پست اینستاگرام و کارهای خوبی که تا حالا انجام داده بودن میشناختیمشون ولی موقعی که باشون صحبت میکنی یه رضایت دیگه ای داره به قول معروف بعد دیگه گفته بودن که ام گفته بودن یک کامنت جنرال دلم میخواد بذارم براتون اونم اینکه که من دو سالی دو سه سالی هست که پادکست شما رو گوش میدم و هیچ وقت نظر نمیذاشتم یه سه کمبود اعتماد به نفس بود شاید نمیدونم واقعا ولی به شما و پادکستتون انقدر حس راحتی دارم که هر نظری داشته باشم کامنت،, کامنت میکنم و استرس ندارم که شاید شما با خودتون بگین این چه کامنت احمقانه ایه کارون نظر شما چیه در مورد حرفی که الهام گفته خوشحالیم که این حس رو به آره این ده... آخه ما انقدر خودمون تو این اپیزودایی که رفتیم اشتباه کردیم و چرت و گفتیم بعد اومدیم معذرت خواهی کردیم که دیگه میدونیم برای هر کسی اتفاق میفته دیگه اصلا بعدش هم هر کسی نظر خودش رو میتونه داشته باشه خوشحالیم که یه همچین حسی داریم فرض تو چی داری برامون من قبل اینکه کامنت ها رو بخونم در مورد کامنت هایی که در مورد خودم بود میخوام تشکر کنم که چند نفر سراغ منو گرفته بودم مثلا کجا زینا این مرسی من گفت دارد. من به همشون گفتم اون نباشه دوست داشت <applause> توی یوتیوب هادی کامنت گذاشته بود که آقا عالی بود من رفتم داداش کوچیکم و گیمر کنم از مهندس از مهندس راحت تر مسیرش بالا بازی کنه حال کنه پولم در بیاره اونم حرف چیزیه <applause> زهرا هم گفته بود کلا دیده منو به دنیای جدید باز کردی مرسی محسن در مورد هورمون کارون گفته بود که گفته بود به چهره کارون هم اشاره کرده بود, بود و گفته بود یعنی عاشق کارون هم وقتی بحث بحث ریوارد و دوپامین پیش میاد جیگرش حال میاد قشنگ حالشون واقعا جمع. همین تو کارون البته این که فرض اشتباه لوپی که فرضات کرد چیزا تو همینطوری پیش بری یه هورمونو میذارم به نامت یعنی من خوشحال میشم آره اه... تینا هم گفته بود مرسی از اطلاعات مفید راجبه موضوع راجبه موضوعی انقدر تابو تو ایران فکر می کنم امیدوارم کم, کم کم این کارا نرمال تر حساب بشه توی توییتر بعید به من گفته بشه که یه چیز بگم ممکنه خیلی بهم بخندین بعدش اگه یکی از من بپرسه ایمان یا کارون عین این میمونی که بچه ها بپرسه مامانتو بیشتر دوست یا بابا آره این روژی فرستاد خیلی خندی آره عاشق این آدم هم که یه تن نازیه خوشگلی و اینکه گفته بود که پریسام گفته بودش که اینکه اول خودکست میگه اینجای پادکست خودمونیه واقعا همین حس, همین حس رو القا میکنه آدم فکر میکنه دوستای چند سالش دارن حرف میزنن آیا یه هم فکر پردیز هر بود اه اه آره خیلی انگار تو کف آروین بود و کراشش بوده و وقتی متوجه شدیشون رل داره دیگه خیلی ناراحت شده تو دو جا کامنت گذاشته بود سر این واقعا پریس شما واقعا معذرت آره. میخوایم ببخشید که این دوپامین رو از شما گرفتیم و شما دیگه بعد بری آره. سراغ سراتونین از این به وقت داریم برای جالب یه دیگه... برای... یه دیگه من فقط بگم ما توی یه اپیزودم با پادکست آجیل بودیم با ما یه در واقع اپیزود مصاحبه تور داشتن در مورد دوستی من و کاروم صحبت کردیم و اینکه به نظر خودم اپیزود جالبی بود یه دونه امتحانم آخرش از گرفتن که نمیگیم حالا این اینکه ما خودمون دوش میگیم دوشن... جالب بود مثلا اون داستان مغز دیگه از من نظر دوست ما... دیگه من من برام من برام آقا من برام جالب من تا نظر خودم این ذهن تو دوشن... بیان و اینطوری <applause> ما... تو نیستی ذهن تو داره تو رو گول میزنه که تو تست کنی که اون اپیزود خوب بوده و آره یه نفر یه نفر یه دونه مسیج فرستاده بود آخه من کامنت هایی که در واقع نظرهایی که ریویوهایی که می نویسن دوستان روی حالا آیتونز و جای مختلف و من بعضی موقع استوری میکنم و ازشون تشکر میکنیم بعد یکی نوشته بود این همین سوروایور بایسته شما نظرهای مثبت رو فقط اینجا میبینید و نظر منفی اصلا یوروش میاد خوشش نمیاد و میره دقیقا درسته ولی شما از این به بعد من میخوام نظر منفی رو هم استوری کنم که بدونن بعضی هستن که میان میگن و نظر منفیشون هم در واقع گفته نه ولی شون. حرفش کلا درسته اونی که کامنت میذاره احتمالا میخواد کامنت خوب بذاره نه که حالا همه اینجوری باشه کامنت بعدم گذاشته میشه می نه ولی خب تمام کسایی که حالا اومدن مثلا یه, لحظه شو خوششون نایمده رفتن ما نمیفهمیم دیگه آره و کارش هم نمیشه کرد بعضی موقع حالا یکی از خوبیه داشتن مثلا یه پیجی که دوستان خیلی بر ما مثلا مثل اینا میفرستن اینه که من همیشه دوست دارم مثل مهرا مدیری یه دوربین باشه که بهش خیره بشم اینطوری بهش واقعا خیره بشم بعد از یه سری مثل جایی که میاد برگردم و بهش نگاه کنم یه چند ثانیه و اون موقع کات بخوره خیلی لاغر نشده خیلی یه سر عذیت هم بگو جالب بگو برامون جالب میخواستم در مورد حرکت جوروگن صحبت کنیم مامانم میگه شایی معتادا شدی حالا چی؟ مامانم میگه شایی معتادا شدی منم گفتم درست میگن تو گفتی اصلا نشیدم من گفتم مامانم نه الان ما قبلش هم گفتم شبه هیروینی شده نمیگیرن در بایدو. مورد حرکت جروگر میخواست هم صحبت کنیم آه آه اه آه که پادکستش رو در واقع جوری لایسنس کرد با سپاتیفای به مبلغ 100 میلیون دلار. نه نه 100 میلیون پلاس یعنی بیشتر از 100 میلیون عدد دقیقش هنوز در نیومده ولی بیشتر از 100 میلیون آره یعنی چی یعنی آی پی حقوق ال... معنوی پادکست اون رفت برای اسپاتیفای نه 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 فقط روی اسپاتیفای از این به بعد پخش میشه یعنی جای دیگه همه میاد پایین روی یوتیوب دیگه نیست روی اپل در واقع پلتفرم های دیگه هم نیست فقط اپیزودهای قبلی اینا هم دیگه همه دیگه بعدش همه چی جالبیش اسپاتیفای تا به این لحظه مثلا ویدیو نداشته ولی به خاطر جوری آره. یه پورشن ویدیو هم بیاره که اون بتونه ویدیو هاشو بذاره حالا آره یعنی ایمان تو اسپاتیفای هم باید بری بگیری ما داری داریم, داریم دیگه... اسپاتیفای شما با ایمان آخه ایمان با من اپل میوزیک داره چه تو آه، نه. آه، آه، نه آه نه, اسپاتیفای مجانیه ها اسپاتیفای مجانی من فکر میگی بعد اپیزودا رو روی اسپاتیفای بذاریم که رونو داریم مگه میشه سه تا تو هر دونه بهش خود یه جا نفهمیش دادن بهش مجانیه ها فکر کنم باعث واسش تبلیغ میاد اون مجانی ولی با تبلیغ دیگه مثل یوتیوب که الان هم تبلیغ داره آها. آه، ولی آه. اسپاتیفای رو داریم اگه کریو قصد کنید اون رو میتونیم داشته <applause> ولی من یه سری تحلیل میخوندم در مورد این حرکتی که حالا هم اسپاتیفای زده هم جوروین این بود که در مورد حرکت جوروین میگفت که خب خب اون نامبر وان پادکست تو دنیا از لحاظ حالا تعداد دانلود و درآمدی که داره میگفت کاری که این بلد. کرد در واقع ارزش کل کامیونیتی پادکست را و اینا رو نشون داد چه مثلا ارزششون چقدره میگفت مثال یه خونه یه که تو میری میخری یه جا بعد دو ماه بعد خونه بغلیت مثلا ان دلار بالاتر فروش میره خب مثلا ارزش خونه تو هم بالا رفته ارزش کل منطقه دقیقا. دقیقا. <applause> می میگفت این یه همچین حرکتی کرد برای مثلا کامیونیتی پادکست را و از اون برا برای سپاتیفای گفت که تو 24 ساعت بیلیونی ارزش کمپانی شفت بالا و میگفت چه حرکت جالبی زد و چه در واقع یوتیوب و اپل و اینا سپرایز شدن که مثلا چیز کن. آره خیلی حالا اومده بودن ریاکشن منفی هم بود دیگه که میگفتن آره خوش و فروخت و فلان این حرفا ولی طرف داره یه درآمدی داره از یه چیزی برای چی نره صد میلیون بیشتر بگیره وقتی که هیچ چیزیش عوض نمیشه قرار همون فرمت در واقع بمونه شو خودشه دیگه دوست داره بفروشتش بقیه ربطی نداره مثل این اونه که مثلا میگن می گربه دستش به گوش نمیرسه میگه پیف پیف بو میده این هم همونه بعضی میگفتن چرا باید اکسکلوسیو باشه باید پادکست باید به تمام آدما برسه همه جا باید دوست داره اونجا بذاره اصلا دوست داره فقط تو تلگرام بذاره کانالش موافقم فقط از یه درگاه بخشه من از اولم گفتم به 18 جا باشیم یه راحت مدیریتش هم راحت کارون از اول میگه آره نه نمیگفتم چرا تو <applause> یادت نمیاد آره بعد ولی... مثلا یه مشکلاتی که حالا اینا داشتن این بود که تو یوتیوب اینا یه سری حرفا رو نمیتونستن بزنن آره. یا مثلا وقتی که حالا آهنگ نمیتونستن پخش, پخش کنن الان آره. که رفتن اونجا دیگه خیلی دستشون بازتره دیگه میتونن خودشون باشه بستگی داره قانون کپی رایت آخه میدونی مشکلش چیه یوتیوب به خاطر که اینقدر بزرگه چیزای کپی و اینا رو خیلی اومده دیگه اوتوماس اتومازه اتوماتیک اتوماتیک شده همه اینا و اگر که ببینم مثلا داری یکی آهنگ میذاره اصلا نمیدونه که این برای یه ویدیو دیگه است و تو میتونی آهنگ رو بذاری اگر که توی ویدیو دیگه باشه و داری در اون ویدیو نظر میدی یه هم مثلا لایو استریم اینا رو از بین میبرد دیگه و خیلی مشکلات بود همه هم از این هنوز مینالن ولی خب اگر که اونور یه در واقع سیستم بهتری باشه چرا که نه میتونه به برنامه کمک بکنه آره این ولی حرکت عجیب بود چی؟ یک ساعت و پنج دقیقه است میریم برم یکی دیگه هم در بگو مورد ما بزرگی میخوایم صحبت کنیم که از طرف دادگاه بهشون دستور دادن که عکس نوه رو بردارن از فیسبوکشون و داستان اینطوری بوده که این مادر بزرگ بلژیک بود آره آره فکر میکنم عکس او ایران نبوده او چقدر جالبه باید میدونم بلژیک یا هلند یا بلژیکه خلاصه این عکس نوهارو رو میذاشته این خانم روی فیسبوکش و خب حالا یا پرایوت بوده یا پابلیک ولی خب مامان بابای اون بچه دوست نداشتن حالا مادر بچه هم میشده خود بچه دلوقتي. ما هم بزرگ یعنی رابطه دخترشون در واقع دخترشون, درباقا. درباقا. دخترشون درباقا. درباقا. داره. بعد دیگه به جایی میرسه که دادگاه اردر میده که یا مثلا این اکس ها رو برمیداری یا به خاطر هر روزی که اینا روی, روی اینترنت هست پنجا یورو یه همچین عددی شارج میکنیم شما رو و این هم خیلی عجیب بود که مادر و دختر رفتن توی کورت به خاطر فیسبوک پنجاه یورو هر روز یا مکسیموم فاین هزار یورو آره یورو هزار یورو رو میده دیگه آه این نبوده که برداره جریمه نده باید جریمه میداده نه نه برداره نمیده این اگه بذاره به نه برداره نمیده جالبه این من حالا نظر شخصی منو میتونه اشتباه باشه میتونه درست باشه من به خاطر این منو فردا روزی فش ندین ولی مثلا اینکه که بچه ها رو میارن تو این برنامه های مختلف و میخوان ازشون حرف بکشن تو تلویزیون من اصلا یه احساس عجیبی بهم دست میده احساس می‌کنم بچه ها فردا بزرگتر بشه مثلا یه ذره میتونه اذیت بشه تو پدر استیلیو که بردن آقای استیلیو که بردن توی چیز توی برنامه و در مورد پاسور بازی کردن و شرط بندی کرد خب اون بچه توجه نمیکنه نمیدونه ولی این میتونه تو آیندهش یه ذره تاثیر بذاره دیگه مثلا اون پسری که بردن گفتن که من لباسامو رو خودمون میشوریم <applause> من فکر کنم اونا کیسای خوبه اونا مثلا رو سادگی آینا اینا میگن گفته بوده آره من, من آره یه سری که اذیت میشم میبینم مثلا رو گروه های خانوادگی اینا میاد مثلا بچه رو گذاشتن تکسای صبح یک شنبه تون بخیر نه اونا چی ولی یه بچه هست مثلا نه نه عکس بچه هست داره می مثلا میرخصه حالا نه ولی مثلا داره حرفای سن بالا میزنه با حالا داره در واقع اکت میکنه یعنی نمیفهمه این کلماتی که میگه چیه م... مشخصه مثلا از ان بعد مثلا یه میاد زیرش ببینید این بچه در پنج سالگی مثلا چقدر به چه معرفتی رسیده ابیوز مثلا انتظارو میبرم بالا <applause> میفهمه <applause> که دوپامین میتونه تاثیر بذاره خیلی خوب ببینیم اپسودو یه میشم من بزنم این تیکه آره, آره به حالا به ما <laughs> به مامان بابایی که بچه به دنیا نایمده پروفایل اینستاگرام واسه بچه میسازن و بعد شروع میکنن پست کردن متریال از بچه از پوشک دوم از بچه از خودشون از... حالا یه بار بحث کنیم این بدتره یا پروفایل سگ آفرین اینو میخواستم بگم پر نیش بزن همینجا نیش نیش بارون کن پروفایل سگ من فکر کنم برای سگ بهتره سگش داشته باشه دیگه چون بچه بزرگشه همون دیگه سگ آبروش نمیره بچه بزرگشه آبروش میره طلبکار میشه دیگه آره. اون یه اپیزود مثلا تبلیغ بگیره پوله با به سگ برسه یا به طرف آی پی کار برای خود سگ خرج میشه دیگه تو یه سگ داشته باشی میدونی چقدر هزینه داره این بچه ببرم بزنم فکر فقط 50 دلار بعد اونجا هزینه بکنی موهای سگ بزنن کجا میری بالای طلا موهای سگا میزنن کل بدنش بعد کوتاه سگو بعد اون یکی بچه‌ها تو کازینو میبازن پول کوتاک کردن سگ درات پول خودشون دوست دارم ببازن بریم بابا بریم تو شده بریم خیلی عالی ما توی تمام فضای مجازی هستم خودکست توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که یوتیوب هم هست یوتیوب اصلا نگفتیم سابسکرایب کنید سابسکرایب کنید ما یه پروفایل تلگرام داریم برای خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی برمیگردیم فلا خدافظ خدا, فز. خدا فز.